Aziz Tojikiston xalqi, biz mana shu bugun 3-chi kun Tojikiston zaminida shunaqa xursandmiz, shunaqa o'zimizda yo'q. Juda ham to'lqinlanib, xili xushholim. Dilhoyamon shod, go'yoki az in xushholi 10 soli digar javontar shodam. چرا که قدردانی های ما البته بود، اما دیر دیر به دیدار هم می رسیدیم. این دوستیه که دوباره به میان آمد، ما را به هم آورد که ما چشم به چشم یک دیگر را دیدیم. این تصویر ناپذیر است. این را با چشم سر باید ببینی. در برنامه کنسرتی ما نهایت شاد بودیم. خرسند بودیم. می دانید، ممکن نیست. دو خلقی که هرچند زبانشان گوناگون است، ولی در اصل یکن از همدیگر جدا باشند. زیرا عهد خیش و تباری دارند. یکی دخترش را به ازبکستان کلین فرستاده است، دیگری از ازبکستان کلین گرفته است. ممکن نیست، هیچ وقت ممکن نیست که این رشته ها کنده شوند. من با این سخن این همه را اظهار کرده نمی توانم. اما میگویم که سرحد هر دو مملکت هر دایم بردوام شود. هر دایم دوستی ابدی ازبک و تاجیک باید بردوام باشد. آخرش نشود، الهی به آخر شود. هر دایم تنجی سلامتی. ما کوشش میکنیم که صنعتکاران ازبکستان، صنعتکاران تاجیکستان با همدیگری تیز تیز واخوری کرده کنسرت های زیاد شود، دوستی ابدی باشد. من همین خیلی خرسند. بر تاریخی واقعی بولده دستک مبالغه بولمیده. مردمی تاجیک و ازبک نه تنها پیوند تاریخی دارند. در همه جبهه و روندها دوستی و رفاقت خلقی ازبکستان و تاجیکستان را می توانیم به حد یک دلیل روشن مثال آوریم که این به شبهه با مستحکمی و خوشبختی انسان های دو مملکت مساعدت خواهد کرد. البته تدبیرهای دیروز اندیشیده شده باری دیگر این گفته ها را ثابت ساخت و ما کیفیت و فرهمندی و شادی و سروری مردم را با چشم خیش دیدیم. دیدیم که صنعت دو کشور، گیمنی دو کشور، ایجادیات دو کشور با شرکت استادان عزیزمون مورد پذیرایی خیلی گرم و صمیمانه قرار گرفت. سرود و ترانه های دلنشین صدا داد که ما از این خیلی ممنونیم. البته برای مردمی ازبکستان و تاجیکستان این یک حادثه نهایت فرح بخش بود که مردم به دیدار همدیگر رسیدند. من باری اول است که به تاجیکستان آمدم و خیلی شادم. وظیفه ما صنعتکاران نیز همین است که همیشه در خدمت مردم باشیم. خلقمون خدمت ده بولالی. اولان سلام علیکم دوستان عزیز تاجیکستانیان عزیز. ما رو قدیمی ترین آین هایمون، خانداری هایمون، توی سورمون، دینمون، عرف و عادت هایمون یک خیل است. حتی لباس پوشی هایمون یک خیل است. طوری که پریزیدنت های محترممون این مانندی ها رو در برامت هایشون قید کردند. این همه مهمون نوازی ها رو دیدیم و سرمون به آسمان رسید. ما همه همون از شما خرسندیم. چی مقصد و نیت خوبی که دارید میخواهم که عملی شوند. نگاه کنید بعدی 25-27 سالی سپری شده یک توی کلام برپا شد. با دو خلق میسر گردید که سعادت و بخت رو دوباره به دست بیارند. با ابتکار سروران دو کشور امام علی رحمان پریزیدنت تاجیکستان و شوکت میرزیویف پریزیدنت ازبکستان واقعی رخ داد که در صحیفه تاریخ اون را با حرف زرین نوشته خواهند کرد. تمام دنیا، تمام دهر لال ماند. دروازه ها کشاده شد. در چهره های آدمان تبسم پیدا شد. اشک شادی جاری شد. خوشی و خوشبختی ها پیدا شد.
خوریجی ها، سکنانی دیگر کشورهای دنیا، این پیوندی تاجیک و اوزبیک را، این ملاقات و پذیرای ها را دیده، اشک شادی ریختند. این حادثه تاریخی، چنین لحظه های خوب و روزهای خوب برای ما، برای شما، برای مردم تاشکند و اوزبیکستان، برای مردم تاجیکستان میسر گردید که ما را خیلی شاد و خرسند ساخت. صنعتمون چه خیل به هم دیگر مانند است، عرف و عادت هایمون امروز همه چی جای خود را گرفت. در برنامه کنسرتی برگزار گردیده، در هر یک ترانه، در هر یک نمر کنسرتی ما عشق ریختیم. خرسندیمون حد و کنار نداشت وقتی که دو پرزیدنت یک دیگر را برادرانه گرم به آغوش کشیدند. ما عشق شادی ریختیم. این گناه حادثه نجیب را تاریخ هنوز در یاد نداشت و در هیچ کجا نشده بود. بیگذار این رفاقت جاویدانه و استوار باشد. دروازه هایمون باز باشند. در سور و شادمانی های یک دیگر رفت آمد داشته باشیم. دادری و برادری داشته باشیم. بخت پاینده باشد. این راه های کشاده بین تاجیکستان و ازبکستان بیگذار همیشه سفید باشند. خورسندی باشد. شادی باشد. من شخصا همچون صنعتکار از نام صنعتکارانی ازبکستان با دوستانی صنعتکارم بخت و سعادت و تنصیحتی تمنا میکنم. آمد بخت برگریت باشد نصیب است. کچه خمامز اولکین تاریخی واقعیان گواخ بودیم. همامون شاهد یک حدیثه مهمی تاریخی بودیم. دوستی خلق ازبک و توجیک از این و بعد مستحکم تر میگردد. و این رو ما در مناسبت صمیمانه و عجیب دیدیم. استادان صنعت ازبکستان و تاجیکستان دیر باز برآمد مشترک و یک جایه نداشتند. و این رو نیز میتوان چون یک رویداد نادر فرهنگی ارزیابی کرد. عموماً سروران دو مملکت، پرزیدنت های محترم ما با این تصمیم های نجیبی گرفتهشان کار نهایت ثواب را انجام دادند. با این تصمیم نکوکارانه اشان قلب های زیاد را شاد کردند، خانه دل ها را آباد کردند، به زخم های عمیق مرهم شدند. کنسرت به درجه عالی گذشت. ما در پشت صحنه با همکاران خود به رفت کنسرت توجه ظاهر می کردیم. همزمان توسط اینترنت و منبع های خبری اطلاع می گرفتیم. آدمان می گفتند خیلی زیبا، خیلی صمیمی. می گفتند که این تدبیرها از صمیم دل است. ما را مدنیتمون یک است. عرف و عادتمون یک است. صنعتمون یک است. برای همین مردم سخت یکدیگر را پزمان شده بودند. ما به سرزمین تاجیکستان قدم نهاده در چشم هر یک نفر صمیمیت و محبت بی اندازه را دیدیم. این البته ما را شاد کرد. انا همین صمیمیتمون از بین نرود. بگذار دوستیمون تا ابد پاینده بماند. برو مرلیک ابدی باشد. صنعتکار صفتیده قریب 5-6 مرتبه دوشنبه شهرگه اینن تشریف بیروشم. به حیث یک صنعتکار 5 یا 6 بار من به دوشنبه تشریف آوردم. سال گذشته من با برنامه علاهیده کنسرتی آمده بودم. از آن پیش هم بودم در اینجا. لیکن از سالهای پیشین دیده پیشروی و ترقیات تاجیکستان خیلی هم کلان است و این البته نظررس است. عموماً زیبایی مردم، زیبایی شهر، زیبایی طبیعت، حسن تفاهم خلق، مدنیت و فرهنگ مردم، این همه در مجموع شایان تحسین است و من این را با چشم خود دیده البته گواهی می دهم. باید همین را قید کنم که چندین بار اگر من با مسائل فرهنگی به اینجا آمده باشم هم، لیکن برآمد مشترک، هنرنمایی یک جای ما با صنعتکاران تاجیک یک عمر در خاطر من نقش می بندد. از همین سبب برنامه سپری شده، کنسرت سپری شده، دیدار سپری گردیده در روحیه آدم تأثیر گذار می ماند. از چشم های همه می توانستید درک کنید که با ارزوی دیرینه خود مردم رسیدند با این تشریف، با این بازدید. واقعا این دو خلق عزیز مثل گوشت و ناخون جدا ناپذیرند. با دو زبان حرف می زنند ولی یکسان و یک رنگند. این را از کنسرتی برگزار گردیده نیز پی بردن ممکن بود. خلق تاجیک برآمد هنرمندان ما را
اونچنان گرم قبول کرد که مثل هنرمندان خود، مثل صنعتکاران خود، مثل ستاره‌های صنعت خودشان ما را گرم و صمیمانه استقبال گرفتند. این باری دیگر ثابت کرد که دو خلق در حقیقت برادر، در حقیقت دوست و اتفاقند. هست سطرهای نانوشته از زندگی انسان‌ها که در قلب هر یکی ما نوشته شدند. این محبت است. این را با چشم خود دیدید، گواه بودید. با فکر من راهبران دو دولت، پرزیدنت‌های محترممون برای منفیت خلق تاجیک، مردمی ازبک رسالت تاریخی خیش را انجام داده، رشته های دوستی را مستحکم تر بستند. این دو خلق هم قرن هم دل، دادر و برادر بودند از ازل، گویم اگر خطا نمیکنیم. اینک دوستی در دوام هزار ساله های مردمی ما دوباره احیا شد، دوباره استوار گردید. با فکرم این دوستی، این نزدیکی، این برادری باید جاودانه باشد، چون که هر دو خلق با این مناسب است. هر دو خلق از دستورخونداری سر کرده تا عرف و عادت یک خیله دارند. مدنیت، معنویات، ادبیات و تاریخ مشترک دارند. همکاری های منبعی بین دو خلق در آینده سود و ثمری خوبی میدهد. بو هر ایکلا خلق نه همکارلیک دگی کلیجگی اویلیمن جدیم بیوک. سلام علیکم عزیزلر، برادران عزیز. بز بو یرگه کلیب کورگن یخشلیلرمزو الله کورب تروپتو، جده گوزل بود. حدن تشکره بر یقار سویه ده، بر عالی درجه ده بود. بندن ایلی یورت خورسن. سلام علیکم عزیزانم، ما به این سرزمین قدم رنجه داشتیم و نهایت شدیم. خدا شاهد است خیلی زیبا بود این پذیرایی. این پذیرایی و استقبال در سطح خیلی عالی بود. از این اهل جهان شاد و خرسند است. مردمی ازبکستان و تاجیکستان یک دیگر را سخت پزمان بودند. برای رسیدن به چنین روز شکرانه باید کرد. اکنون ما را فرهمندیمون پایان ندارد. در آسمان ها پرواز کرده ایستاده ایم، گویا در فلک پرواز میکنیم. برای مردمی ما، برای مردمی شما مکافاتی از همه بی‌بها و ارزنده تصمیم است که از جانب دو پرزیدنت محترم شفکت میرامونویچ و امام علی رحمان گرفته شد. با آنها احسان. بین ازبک ها یک سرودی تازه و نو انشا شده است. یشب اتکنلر ایلن بزدن کپراق سیوب اتکنلر سیز بیت ده اوی قروب سرانجام کلین یورتن آتاسی که آسان تتکنلر دید. من این شعر را آهنگ نیز بستم. خدا خواهد باری دیگر بیایم، حتما میخونم. اکتا حلق ده دولت تمثال او ذات محترم، تمثال دولتش ذات محترم، در سیمای نورانیش ملت وطن جمع، خدا داده باشد شاه سلطان هم، چشم دنیا با ما چشم کشاد تو هم، و پیشوای کشور مگیریت آسان. اون بولیده.